سلام خانم دکتر عزیز، من یه خانم 31 ساله و مجرد هستم که همیشه تو رابطه هام شکست میخورم. یعنی وارد هر رابطه ای که میشم طرف احساسی بعد یه مدت ازم سرد میشه و میگه که این رابطه به درد ادامه نمیخوره. من یه دختر کاملا احساساتی و مهربونی هستم که جز محبت و احترام واسم طرف مقابلم کار دیگه ای نمی کنم. ولی نمیدونم چرا هیچ کدوم از کارهای من به چشم کسی نمیاد. همین شکست خوردنام باعث شده من اعتماد به نفسم رو از دست بدم. چون من هر رابطه ای رو که شروع می کنم دوست دارم هدفدار باشه و بعد از آشنایی کامل بتونم واسه آینده تصمیم بگیرم. ولی متاسفانه هر کسی سمت من میاد میگه من تو رو فقط واسه دوستی میخوام. راستش یه مدت اصلا پیشنهاد کسی رو قبول نمیکردم، تا اینکه بعد یه مدت که تنها بودم پیشنهاد یه آقای مجرد رو قبول کردم. ایشون هم فقط درخواست دوستی دادن، فقط به خاطر فرار از تنهایی. ولی متاسفانه بعد از 5 ماه آشنایی با ایشون هم رابطم کات شد. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم کسی از من خوشش نمیاد و این باعث میشه اعتماد به نفسم رو از دست بدم. لطفا منو راهنمایی کنید که باید چیکار کنم که بتونم طرف مقابلم رو نگه دارم و از دستش ندم. ممنون میشم اگر پاسخ بدید. ای مهربان، منم ممنون می شدم اگه یه خورده بیشتر از ضعفای خودت می گفتی که تو این مدتی که با هر کس در ارتباط بودی اونا چه ایرادایی ازت می گرفتن. بیش از حد با محبت بودن، بیش از حد گیوینگ یا داده های بیش از حد اتفاقا تو ذوق طرف زده میشه. آیا شما یک انسان مهرطلبی هستی که در ابتدای آشنایید بیش از حد محبت میکنی، بیش از حد باج میدی که این باعث میشه که طرف دیگه تو ذوقش بخوره؟ آیا شما کنترل میکنی یه رابطه رو که اون طرف احساس میکنه که چقدر تو قفس قرار گرفته؟ چون ما کنترل میتونیم حتی با مهرطلبی کنترل کنیم، یعنی دائما قربون صدقه رفتن یه طرف، ولی چی خوردی، چی کار کردی، دل واسد نگرانم، چون نگرانم، چون خیلی دوستت دارم، اینا همه کنترله. فکر نکن اینا کنترل نیست و آقایون شدیدن از این کنترل ها میترسن، چون به اندازه کافی مادر و پدرشون کنترلشون کرده. الان دیگه قرن 21 کسی کنترل رو دوست نداره. در ابتدا براشون جالبه ولی بعدا تو ذوقشون میخوره. آیا تو سکستون، اگر رابطه جنسی دارین، تو سکستون مسئله هست، مشکلی هست که تو ذوقشون میخوره؟ شما ای کاش که یک مقدارم از ضعفای، چون انسان ضعفای خودش رو متوجه میشه به هر حال، چون شما تجربه داری، تو روابط مختلف قرار گرفتی و تو این روابط مختلف که همش هم پس زده شدی، طبیعتا باید متوجه شده باشی که ایرادهای شما کجا بوده، از طرف اونا چی توی شما دیدن. نمیشه که همینطوری بگی من خوبم ولی همه دارن فرار میکنن میرن. نمیتونیم اینجوری، یعنی واقع بینانه شما به خودت نگاه نمیکنی، شما خودت قربانی داری نگاه میکنی و به صورت قربانی که من همه چیم خوبه ولی شانس ندارم داری اینجوری نگاه میکنی به خودت، در صورتی که مسئله شانس نیست، مسئله خود شخصیت یک انسانه که این شخصیت چقدر بارور شده است، چقدر ضعفهاش رو دیده و از ضعفهاش رو تبدیل به تقویت کرده و شده یک انسان نرمالتر و بهتر، یا اینکه نه، همون انسان درب و داغون و همون اشتباهات رو دائما تکرار میکنه. به نظر میاد شما از در هر رابطه‌ای که قرار گرفتی از نخواستی خطاها و اشتباهات خودت رو ببینی، همون الگو رو وارد رابطه تازت کردی، یعنی همون پترن، همون الگو، همون تابلو رو، همون روش ها رو قشنگ آوردی وارد رابطه جدید کردی، چون باورت اینه که شما که مشکل نداری، شما خیلی خوبی، شما خوب مهربونی، دیگه از این بهتر چی میخوان؟ در صورت که این حقیقت نداره. مهربانی باید حد و حدود داشته باشه، هر چیزی باید حد و حدود داشته باشه، هیچ چیز نباید افراطی و یا تفریطی باشه. پس لطفاً
بعد از اینکه شنیدی صدای منو یک کندوکاو خیلی جدی بکن، از کسانی هم که دوست داری سوال صادقانه بکن، اگر که میخوان حتی برای تکست بفرستن ایرادهای شما رو به شما بگن، حتی دوستای صمیمی، که از دید آنها، دختر و پسر، خانم و آقا، از دید آنها شما چه ایرادی توی شما دیده میشه که شما نمیخوای ببینی و یا نمیتونی ببینی و یا ندیدی. حالا به هر صورت اون وقت دوباره برای ما ایمیل بکن با اون اطلاعاتی که کسب کردی تا من بتونم بهتر جوابتو بدم و گود لاک.